فونت هاست. خب من در مورد فونت ها کلی صحبت کردم و فارسی کردن ها و بولد و همه این چیزها رو گفتیم، همه اینها رو بررسی کردیم. یه چیزی داریم به نام فونت آسم. این فونت آسمه آیکونه، رایگان هم از خدا رو شکر، البته بیشترش یعنی توی در واقع این قسمت و سرچ کردم فونت آسمه. ببینید سرچ کردم فونت آسمه، تو سایتش میرید فونت آسم کلیک میکنید و این خوشبختانه هم پولیه هم رایگانه، شما از رایگانش استفاده کنید. نوشته get more with pro start for free. ما فری رو میخوام استفاده کنم، منم واقعا پول نمیدم برای پروش، ارزش نگه ارزش نداشته باشه، ولی خب همون فریش کار شما رو راه میندازه، اصلا مطمئن باش وبسایت شما در حد فری کفایت. خب میاید اینجا، من میخوام این فونت آسم چیه؟ اولین کتابخونه آماده ای هستش که ما میخوایم توی CSS استفاده کنیم. کتابخونه ها زیاد هم میخوایم از کتابخونه های زیادی کارمون استفاده بکنیم، ولی میخوایم از فونت آسم. کلیک میکنی روش و میگه که بیا دانلود کن، هم برای دسکتاپ داره، در واقع اونایی که میخوام ویندوز اپلیکیشن بنویسه، حالا مثلا با پایتون چه میدونم یا با جاوا مثلا بخواید استفاده بکنید بنویسید، میتونید از این بیاید تو این قسمت و دسکتاپش استفاده بکنید، اما دانلود بکنید و پروژه هاتون استفاده بکنید. کسی که الان دسکتاپ دیگه نمینویس، من برنامه دسکتاپی عملا از بین رفتن دیگه، ولی خب به هر حال اگه کسی هم بخواد بنویسه در واقع میتونه از این آیکون استفاده کنه. ولی برای وب روی ایشون کلیک میکنیم و میاد میگیم که بیا اینجا و این گزینه رو روش کلیک میکنیم که برامون بره دانلود. خب 5.2 میگه، من میام اینجا و حالا اینا رو ببندم و میام اینجا ایشون رو میگیرم میندازمش توی صفحه. شما هم احتیاج نیستش دانلود کنید، من دیگه دانلود میکنم میذارم تو پروژه. میام اینجا اکستراکتش میکنم. نحوه استفاده کردنش یکم حالتهای خاص خودش رو داره، میندازمش اینجا، این رو هم میندازم اینجا. این که برای شما این فونت آسم فریر هم من پاک میکنم فقط این شکلی باشه، روش که کلیک بکنید کل این مطالب من کنترل ایکس میارم میندازمش بیرون. چرا؟ چون توی فولدره نباشه، مسیر بزرگتر میشه، بخاطر همین دارم فایلش میکنم. یه سری فایل داره توش، CSS داره، یه سری JS داره، در واقع میتونید استفاده بکنید. حالا اینا چی هستن؟ SVG، SAS، WebFont، اینا چی هستش؟ اصلا کاری نیستش که ما باشیم میخوایم کاری داشته باشیم، یه سری موارد از نوشته شده به CSS تبدیل شده، ما خواهیم استفاده. خب میام میخوام فونت آسم رو توی پروژه هم استفاده بکنم. آیا استفاده میشه؟ بله، شما توی پروژه تو اصلا غیر ممکنه که آیکون نداشته باشه. اگر بخوای سایت رو زیبا طراحی بکنی نیاز داری به آیکون داشتن. آیکون رو اگر شما باید میرفتید یه دوره مربوط به چه میدونم اس وی جی میگذروندی، یاد میگرفتی با جاوا اسکریپت چجوری میشه اصلا اس وی جی نوشت و بیه مثلا یه آیکون طراحی بکنی، بعد آیکوناتون هم مطمئن باشید که شما آیکونای خوبی رو نمیتونید طراحی بکنید، کلی افتضاح داره. ولی خب ایشون برای شما طراحی کرده، همه دست میذاره و ازش استفاده میکنه. میای میگیم لینک و کلمه کلیدی لینک توی ایمت، در واقع لینک رو مینویسید، یه میاید اینتر میزنید و براتون میبینه استایل شیت رو گذاشته و اسکریپت. یه کنترل اسپیس، من یه چیز دارم به نام فونت آسم، میرم توی سی اس اس اش و آل مین سی اس اس رو بهش وصل میکنم. آل مین سی اس اس چیه؟ یعنی اینکه تمام موارد مربوط آیکون های CSS که ما میخوایم در واقع توی پروژه همون استفاده کنیم رو به من اجازه بده و چکار کنم من استفاده کنم. خب نه، بعد سایتشو میبستم بستم، دوباره فونت آسم رو مینویسیم و واردش میکنیش. این هم بیان ببندم، بزنم این رو ببندم بشیم و خامی همینجا بشیم. روی ایشون کلیک میکنید. چجوری من میتونم از فونت آسم استفاده کنم؟ روی گزینه آیکونز کلیک میکنید، منتظر میشه تا بیاد بالا. امیدوارم فیلترمو نکرده باشم، فکر کنم فیلترم کرده بودند، ولی حالا در کل
روی گزینه فریه کلیک میکنید، بهتون تمام آیکونهایی که فری هستش رو در اختیارتون میذاره و میتونید ازش استفاده کنید. همه آیکونها فری هستن برای شما، شما میتونید استفاده بکنید. من روی گزینه کات کلیک میکنم، میام ببینم که نحوه استفاده کردنش به چه صورته. داره میگه میخوای ازش استفاده بکنی، کلمه کلیدی فاست و بعد اسپیس فا داش کات رو بنویس و برات این در واقع میبینید اینها اسپیچه، در واقع این کات رو در اختیار شما میذاره و میتونی ازش استفاده کنی. حالا ببینیم واقعا همچین چیزی هست یا نه. من میام اینجا یه اچوان قرار میدم، یه کلاس میزنم، الان مینویسم فس، میبینی فس رو برام آورد. چرا؟ به خاطر این هستش که در واقع من اومدم آلمین سی اس اس رو اضافه کردم و میام اینجا مینویسم فا داش کات بود اگه اشتباه کات، آره، و فادش کات رو نوشتم. شیفت آلت بی رو میزنم و منتظر میشم ببینم خروجی چیه. میبینید این کات اینجا تشریف دارم و شما میتونید در واقع توی پروژه از ایشون استفاده بکنید. مثلا چجوری؟ مثلا من اینجا میزنم هلو ورد و این کات هم الان کنار این هلو وردتون تشریف دارن، یعنی آیکونی هستش که برای ایشون قرار گرفتم و میتونه اینجا وجود داشته باشه. آیا من میتونم این کات رو یه بلایی سرش بیارم و حالا مثلا قیافش رو عوض بکنم؟ بله، ایشون از نوع در واقع وکتور هستش و شما میتونید روش همه نوع تنظیماتی رو داشته باشید. بیام اینجا و اینا رو همه رو پاک بکنم، بذار فونتا باشه. بیام میگم اچوان شما بیا و فونت سایزت، چون از نوع در واقع وکتور هست شما میتونید فونت سایز رو عوض کنید. مثلا به صورت بای دیفالت فونت سایزش 32، من میکنمش 50 پیکسل، ببینم چه اتفاقی میفته. ببینید بزرگ شد. کالرش رو عوض بکنم، مثلا برگردم میگم گرین. حالا ما گربه سبز رنگ نداریم ولی در کل چقدر زشت شد. مثلا لایت گرین به این شکل قرار میدم و F5 میزنم، لایت گرین هم مثلا اصلا نداریم، گربه هم خاکستریه مثلا. حالا به هر حال گری میزنیم و به این شکل میبینید رنگش رو هم تونسته عوض کنه. پس آیکون های فونت رو، فونت آسم رو که میخواید استفاده بکنید، راحت هم میتونید فونت سایز بهش بدید، هم میتونید در واقع چیکار کنید کالر بهش بدید. آیا فونت فامیلی بهش بدیم چه اتفاقی میتونه براش بیفته؟ من میام مقدار فونت فامیلی بدم، مثلا مقدار بی نازنین. خب اگر بیام اینجا F5 رو بزنم، میبینید که من اومدم فونت فامیلی رو بهشون دادم. حالا کاش که انگلیسی میدونید، مثلا کومیک رو یادم نمیاد چی نوشته میشه. کومیک سنس ام اس هم چیزی بود. نگاه کنید اگر بیایم داخلش و مقدار هلو ورد رو قرار بدیم، اینجا این هلو وردمون کومیک هم داشته ما نوشته. در واقع اشوانم کمیکه، بزنید یه چیز دیگه نیست، بزنید یه فونت دیگه بزنید که این فونت رو بگیره، این فونت رو تام همون بزنید تایمز نیو رومن بزنید. خب میبینید در واقع من اینجا دارم هی تلاش میکنم که به ایشون فونت بدم. میبینید که این مقدار رو ما هرچی تلاش میکنیم به ایشون بدیم، فونت فامیلیش رو که میخوایم قرار بدیم، میبینید که نمیگیره. حالا نگاه کنید این آلمین سی اس اس، میبینید یه فونت فامیلی داره به نام فونت آسم 53. خب من این رو که دیزیبل میکنم، این فونت ایشون هم دیزیبل میشه. پس من اینجا به این اچوانه هر تلاشی دارم میکنم میام فونت بدم، دقت بکنید هر تلاشی که من میخوام بکنم بهش فونت بدم، فونت رو نمیگیره. من اینکه بیام چیکار کنم، مقدار ایمپورتنت بدم و ایمپورتنت که میدم این بالا سرش میاد. این رو به عنوان یه نکته تو ذهنتون داشته باشید، اگر اومدید و توی حالا تگهاتون اومدید و خواستید این کلاس فونت آسم رو استفاده بکنید، حتما حواستون باشه که بیاید توی یه مقداری جداگونه قرارش بده. یعنی این مقدار نگاه کنید، این کانتنت اومده کنار کلاس اچوان قرار گرفته و من میخوام الان فونت این رو عوض بکنم. نگاه کنید هر چی تلاش میکردم فونتش عوض نمیشه. تا
تا اومدم اعمالش کردم، میبینی این فونتش در واقع فونت اسمش از کار افتاد. چی کار باید بکنم؟ ببین حواستون باشه، شما اگر خواستید این مدل استفاده بکنید حتما تو تگ اسپن کنار کانتنت قرارش بدید. تو تگ اسپن یا تو تگ آی اگه دقت هم بکنید، خودش مثلا اومده تو تگ ایتالیک گذاشته، برای همین که این اتفاق نیفته. در واقع من میام اینجا من میگردم میگم که کلاس و ایوه. پس فادش کت میام و این کت رو اینجا قرارش میدم و الان F5 رو میزنم، میبینید که الان به هم دیگه بر نمیخورن. تازه من میتونم رنگ این H1 رو من برگردم میگم H1 فرزند مستقیمه که S1 هستش، بیا کالرش رو عوض کن بابا جو، مثلا بکن بلو، مثلا بیاد رنگش عوض بشه. به این شکل در واقع تونستم سپریتش هم بکنم. اینا دیگه دست خودتون، یعنی ترفندش رو در واقع بهتون گفتم که به چه شکل هستش و چه جوری میتونید کنار هم دیگه قرار بدین. تا دلتون میخواد آیکون داره، آیکون هاش رو به طور مثال بیاد اینجا بنویسید اپل. و اپل انواع اقسام مقادیرش رو قرار میده و میتونید اینجا تبلت و فلان هر چی که فکر میکنید، حالا مثلا فکر کن تبلته، روی تبلت کلیک میکنید میاد بهتون میگه مثلا فاز فادش تبلت آلت. من میام اینجا مثلا یه H1 قرار میدم و یه اسپن هم قرار میدم، برمیگردم میگم که کلاس فاز فادش تبلت آلت و آلت. خب اینجا مثلا برمیگردم میگم تبلت تبلت، آره همون تبلت بس. و اینجا یه F5 که بزنم ببینید این تب تیبل نمیشه تب لت. خب و این مقدار فاس در واقع فادش تیبل نمیشه، چه تیبل نمیشه تبلت میاد در واقع ببینید تبلت هم اومده اینجا کنارش قرار گرفته و شما میتونید کنار هر مقداری ببینید آیکون قرار بده. این زشت نمیشه، این الان زشته خب به خاطر فونت سایزشه. اینو بکنیم مثلا 20 تا خیلی قشنگ تر باید نیست، ببینید الان یه مقدار بهتر شده، یه مقدار قابل درکتر شده. 50 پیکسل واقعا چیز جالبی نیستش. پس شما میتونید به اینجا آیکون کلیک بکنید مقدار فری. خب اول روی گزینه فری رو چک باکس رو کلیک بکنید که فری ها رو در واقع بهتون نمایش بده، یا الان سایش کن مثلا فیسبوک، آیکون های مربوط به فیسبوک دیگه، توییتر مثلا آیکون های مربوط به توییتر، چه میدونم اینستاگرام، آیکون های مربوط به اینستاگرام، تلگرام. معمولا این آیکون شبکه مجازیه دیگه، هر مواردی که دارید میبینید رو قرارش میده. مثلا لینکدین دیگه، گوگل پلاس یا به این شکل میگه، خود گوگل، هر چیزی که مربوط به گوگل باشه بره تو اون قرار. پس این هم استفاده کردن، نحوه استفاده کردن از فونت آسم که خیلی پرکاربرد هستش توی سی اس اس ها و شما میتونید ازش استفاده بکنید برای کارهاتون. اگر سوالی هست بپرسم.